آیت الله العظمی شیرازی دام الظله تغییر جنسیت را حرام دانستند. در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام الظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که 17 ذی حجه 1443 از معظم الله پرسیده شد درباره حکم تغییر جنسیت بود. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. اصل اولی در هر چیزی جواز، حرمت، وجوب، این دوتا دلیل معتبر میخواد. فقط چیزی که از نسبت به تغییر جنسیت به نظر میرسه ارتکاز متدینین، ارتکاز متشرعه که کبراش اجماعیه، شبهی هم درش نیست. شما یه فقیه فکر میکنم پیدا نمیکنید که در کبرای ارتکاز اشکال کرده باشه. فقط بحث سر صغراست و ظاهرا صغرا در اینجا هست، لحاظا جایز نیست. یعنی اجمال استدلال و بحثش. در نشست علمی 17 ذی الحجه همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره منظور از حدیث محبت امیرالمؤمنین حسنه است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی‌زند، حکم توریه، تعلق خمس بر منفعت و سود، نماز جماعت زنان و وجوب تقلید از علم پرسیده شد که حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام الظله به یکایک سوال‌ها پاسخ تفصیلی دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام الظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می‌شود.